قسمت اول تصنیف زار و پریشان. مصرع اول: یک شبی زار و پریشان در میخانه زدم. شروع کار روی پرده های 8 و 7 و 5، 10 و اشاره قوی به 12 هست. به این حالت یک شبی زار و پریشان خودش دوبار تکرار میشه. یک شبی زار و پریشان، یک شبی زار و پریشان، حالا در میخانه زدم، در میخانه زدم، در میخانه زدم. میشه 7 8 10. بذار به شور میاد روی پرده 8. به این حالت میشه در می، حالا خانه زدم، خانه زدم، 10 8 2. 2 یعنی 12. 10 8 2. حالا 8 تا 10 یه مضراب راست قوی و اشاره قوی به پرده 12. بعد از این جواب میشه حالا کامل در می خانه زدم. ز غم هجر و فراقش می سوزد جان و تنم، ز غم هجر و فراقش می سوزد جان و تنم. یک بار دیگه ز غم هجر و فراقش، 4 5 7 10 8 5، 4 5 7 10 8 5، می سوزد جان و تنم. بعد از می سوزد جان و تنم قسمت جواب هست که دوبار تکرار خواهد شد. به این حالت می سوزد جان و تنم، این مضراب راست آزاد میشه، 2 تا چپ، یکی روی پرده 1 و یکی هم روی پرده 4 میشه. جوابش حالا کامل خود تصنیف. یک شبی زار و پریشان، یک شبی زار و پریشان، در میخانه زدم، در هجر و فراقش می سوزد جان و تنم. قسمت دوم زار و پریشان. گفتمش باز کن ساقی من. این جمله دوبار تکرار خواهد شد. بینش یک جواب کوتاه هست. به این حالت گفتمش باز کن ساقی من، گفتمش باز کن ساقی من، منم مستقیم میم روی پرده 10، منم آن مطرب خوش. جمله تقریبا تکراری هست با جوابی که در جمله قبل بود. منم آن مطرب خوش، حالا که شکست ساز دلم اول، که شکست ساز دلم، اولی روی پرده 7 شروع میشه، که شکست 8 5 8م، که شکست ساز دلم، دومی از 4 شروع میشه، که شکست 0 4 5 7 10 8 5 4 5، که شکست ساز دلم کلن سرم، که شکست ساز دلم، که شکست ساز دلم. جواب میشه هشتم پنجام پنج دوم،
آمد گفتمش باز کن ساقی من، گفتمش باز کن ساقی من، منم آن مطره بخوش که شکسته ساق دلم، که شکسته ساق دلم. قسمت سوم تصنیف زار و پریشان. گفتمش می بده جام پیاپی بده، شروع کار روی پرده 12 هست به این حالت. گفتمش می بده جام پیاپی بده، اینجا یک چپ روی پرده 15 هست. تنبورهایی که پرده 15 ندارن اگه جلوی پرده 14 رو بگیرین جواب خواهد داد اگه ساز با کیفیت باشه. یک بار دیگه. گفتمش می بده جام پیاپی بده، جواب گفتمش می بده جام پیاپی بده. بار دوم آخرین مضراب شور که روی 12 بود در جمله قبل میاد روی پرده 10. گفتمش می بده جام پیاپی بده، حالا زغرار رفته از دست همون روی پرده 10. زغرار رفته از دست که میاد روی پرده 8، زغرار رفته از دست. اون شورهایی که روی پرده 8 هست اگه تقسیم 8 بگیریم خیلی زیباتر و خوشنواتر خواهد بود. زغرار رفته از دست آمده از جان به لب جوابه. گفتمش می بده جام پیاپی بده، گفتمش می بده جام پیاپی بده، زغرا ایشان اوج کار در این بیت هست، در این جمله هست. تو ببین کاسه چشمم، بنگر سرخی اشکم، بنگر به حال مستم، ز غم هجر و فراقت چاک چاک است پیرهنم. شروع روی پرده 8، 7 و 5 هست، دو جمله تکراری با هم به این حالت. تو ببین کاسه چشمم، بنگر سرخی اشکم، بنگر بنگر بنگر. اینجا سکوت میشه یک ضرب جواب. اینجا هم روی پرده 1 کلن تقسیم هستش. یک بار دیگه. تو ببین کاسه چشمم، بنگر سرخی اشکم،
بنگر بنگر بنگر. تو ببین خاصه چشمم، بنگر سرخی اشکم، بنگر 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 به حال مستم، بنگر به حال مستم، ز غم هجر و فراقم، ز غم هجر و فراقم. چاک چاک همین هستش. حالا جمله هایی که نیاز به توضیح داره حتما توضیح خواهم داد. در اینجا تو ببین خاصه چشمم، بنگر سرخی اشکم، بنگر 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 بنگر. بعدی مستقیم میاد روی پرده دوازدهمین، بنگر بنگر به حال مستم، بنگر به حال مستم، زغم هجر و فراغ، زغم هجر و فراغ. حالا چاک 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 پیرهنم. حالا جواب قسمت پایانی زار و پریشان. گفتمش ساقی من، بنواز این دل من، به سرم شور نماند، به فدایت جان و سرم. هر نیم مصرع دوبار تکرار خواهد شد به این حالت. جمله ها تقریبا تکراری هستند. گفتمش ساقی من، بنواز